یک شنبه اعتراضی دیگه، میدان فاروقات در قلب واشنگتن دی سی، گروهی از ایرانیان جمع شدن. البته بذارید اصلاح بکنم، بیش از گروهی از ایران، به خاطر اینکه از ابتدای آغاز این برنامه ها بسیاری از مردم و افراد محلی غیر آمریکایی، آمریکایی هم به این برنامه ها جلب شدن و میبینیم در برنامه ها خیلی از اونها هم همراه هست. امروز پرچم های اوکراین هم در برنامه خواهید دید. این برنامه اعتراضی شنبه قرار هستش از طریق خیابان ام استریت که یکی از پرشلوغ ترین و پر رفت و آمد ترین خیابان های دی سی هستش، به سمت اتحادیه اروپا حرکت بکنن و در اونجا شعار خواهند داد و حمایت خواهند کرد از حرکتی که اتحادیه اروپا در ارتباط با تروریست خواندن سپاه پاسداران انجام خواهد داد. اینجا من یک همراه دارم. خانم، تو این برنامه های چند های اعتراضی چرا شرکت میکنید؟ میخوام که صدای هموطنان تو ایران باشم که بدون تنها نیستن. اگر ایران نیستیم ولی همیشه در کنارشون و دردشون رو احساس میکنیم. فکر میکنین چه تأثیری میتونیم بذاره این حرکت ها، در واقع اینها چه تأثیری داره بر بچه های و کسانی که در ایران دارن مبارزه میکنن؟ صداشون بیشتر شنیده میشه، کل از آمریکایی یا اتحادیه اروپا همه صداشون رو میشنون و بیشتر با ایران و ایرانی آشنا میشن و میبینن چه ظلمی در حقشون شده و به نظر من همه باید بیان شرکت کنن که بدونن که ما همه با همیم، درسته که از هم دوریم ولی دردمون یکیه. اتفاق مهمی که افتاده در هفته گذشته مسئله تروریستی خواندن سپاه پاسداران از طریق اتحادیه اروپا موضوع مهمی شده برای خیلی از ایرانیان خارج از کشور. به نظر میسه در برنامه امروز این موضوع برای همه شرکت کنندگان مهم خواهد بود. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.